مراسم تشریفات برای سومین مارشال افغانستان. در اینجا در شهر شبرغان ولایت جوزجان صدها تن برای ستایش از سپردن رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم گرد آمدند. عبدالرشید دوستم که برای شانه های خود بلندترین رتبه نظامی را دریافت کرده است، قدرت خودش را بر رخ طالبان می کشد. طالبان شکست می خورند. ما ایرم با جنرال میلرم میگم و ناتو هم میگم. و مرد شما کار نیست، شما را نیروی پیاده ایتان کار نیست. امی اعتماد باورم، بانی که یک بار ثابت بسادیم، ما لیاقت همه مارشالی را داریم یا نداریم. رتبه نظامی به عبدالرشید دوستم پس از توافق سیاسی برخواسته از تنش‌های انتخابات ریاست جمهوری میان اشرف غنی و عبدالله داده شد. بسیار شرایط اساس تاریخی قرار داریم. متحد نباشیم، یک پارچه نباشیم، سر یکی دیگه اعتماد نداشته باشیم. ما برون پشت تیم ثبات همگرایی، اونا برون تیم دولتدار. به این رقم میدان که میبرم؟ میدان اون دروازه ما تکده ششتا طالب اماراتش جور است. عبدالرشید دوستم همچون سومین مارشال افغانستان به گونه رسمی شناخته شد. آقای دوستم در مراسم معرفی‌اش به طالبان هشدار داد که اگر تن به صلح ندهند نابود خواهند شد. حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و من یقین دارم که مسئله تبادله اسرا هم تکمیل میشه، باید هیچ بهانه برای شروع مذاکرات بین الافغانی باقی نباد. اگر دلشان دوام دادن جنگ، ساختن امارت در افغانستان باشد، ساختن امارت در افغانستان گذشته بود. عبدالرشید دوستم در ولسوالی خوجادکوی ولایت جوزجان زاده شد و در سال 1352 به بخش نظامی پیوست. او 3 بار ازدواج کرده است و 4 پسر و 6 دختر دارد. آقای دوستم که از چهره های شناخته شده سیاسی نیز است، در انتخابات پیشین ریاست جمهوری از پشتیبانان سرسخت اشرف غنی بود، اما به دلیل اتهام آزار و اذیت جنسی احمد اشچی ولی پیشین جوزجان از صحنه معاونیت عقب زده شد. او در انتخابات ریاست جمهوری سال پار به عبدالله پیوست.